کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند ست سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز بخش دهم. ارسولا در گیجی سالهای آخر عمرش شدن فرصت نداشت تا به ترتیب مذهبی حوز آرکادیو بپردازد و زمانی فرا رسید که می بایستی او را با عجله آماده کنند و به مدرسه طلاب بفرستند ممه خواهر خوزه آرکادیو که وقت خود را بین سختگیری‌های های فرناندا و بدبختی آمارانتا تقسیم کرده بود تقریبا همزمان به سنی رسید که می بایستی به مدرسه شبان روزی راهبه ها برود و نواختن کلاسون را بیاموزد ارسلا مطرود و شکاک از شکل و غالبی که به روحیه وارفته این طلبه اسقف اعظم داده بود سخت پریشان حال شده بود ولی تقصیر را نه به گردن پیری خود میانداخت و نه به گردن سایه های سیاه رنگی که از میان آنها به سختی می توانست اشیاء را تشخیص دهد بلکه دلیل آن را چیز دیگری می دانست که خودش نیز قادر نبود کاملا معین کند و آن را به صورت گنگی از بین رفتن تدریجی زمان فرض می کرد علنا می دید که حقیقت روزانه از میان دستانش لیز می خورد و می رود می گفت این روزا و سالها مثل سالهای قدیم نمی گسرن. فکر می کرد در گذشته چقدر طول می کشید تا بچه ها بزرگ شوند از وقتی که پسر ارشدش خوزه آرکادیو همراه کولی ها رفته بوده تا وقتی که مثل یک افعی رنگ و رنگ بازگشته بود و مثل یک ستاد شناس حرف میزد چقدر طول کشیده بود حوادثی که خیلی پیش از آنکه که آمارانتا و آرکادیو زبان سرخ بوستان دهاتی را فراموش کنند و اسپانیولی یاد بگیرند در خانه رخ داده بود تمام هواهای خوب و بدی که خوز آرکادیو و اندیای بیچاره در زیر درخت بلود تحمل کرده بود آن همه اشکی که بر مرگ او ریخته بودند تا اینکه سرنگ آرلیان و با اندیا را در حال مرگ به خانه آوردند و تازه پس از آن همه جنگ و زجر ناشی از جنگ به سن پنجاه سالگی هم نرسیده بود در گذشته پس از آن که یک روز تمام را صرف ساختن آبنبات های جانور شکل می کرد، آنقدر وقت داشت تا از سفیدی چشمان بچه ها بفهمد که روغن کرچک لازم دارند یا نه اما اکنون هیچ کاری نداشت و از صبح تا شب خوزه آرکادیا را بر پشت خود سواری می داد زمان مجبورش می کرد تا هر کاری را نیمه کار رها کند حقیقت این بود که اورسولا گرچه حساب سالهای عمرش را از دست داده بود با اصرار هرچه تمامتر لجبازی می کرد تا پیر نشود و مدام به پروپای بقیه میپیچید و خود را به هر موضوعی داخل میکرد و خارجیان را با این پرسش همیشگی که آیا در زمان جنگ یک یوسف مقدس گچی در خانه ای او نگذاشته بودند تا پس از پایان فصل باران آن را پس بگیرند می آزرد. هیچ کس به درستی نفهمید از چه وقت رفته رفته سوی چشمانش را از دست داد. حتی در سالهای آخر عمر که دیگر قادر نبود از بستر خود پایین بیاید به نظر چنان می رسید که صرفا شدت پیری و فرسودگی او را از پای درآورده است هیچ کس حتی تصور هم نمی کرد که او کور شده است خود او قبل از متولد شدن خوز آرکادیو متوجه آن شده بود ابتدا خیال می کرد زعفی زود گذر است و در خفا شربت کدو میخورد و در چشمانش اصل میریخت ولی به زودی متوجه شد که چاره ندارد و در تاریکی فرو می رود به طوری که هرگز اختراع برق را به درستی درک نکرد چون وقتی اولین چراغ برق را به خانه وصل کردند فقط نور کمرنگی از آن می دید. در این مورد با کسی صحبت نکرد چون در آن صورت همه فاتحش را می خاندند. در سکوت تمام فکر خود را متمرکز کرد تا بتواند فاصله اشیاء و صدای مردم را یاد بگیرد و بتواند آنچه را که ظلمت آب مروارید اجازه اش را نمیداد با خاطره خود ببیند و بعد کمک غیر منتظره بو را کشف کرد که در تاریکی خود را با قدرتی واضحتر از حجم و رنگ نشان میداد و آقابت او را از شرم اذعان به تسلیم نجات بخشید در تاریکی اتاق می توانست سوزن نخ کند و جا به بدوزد می شیر چه وقت به جوش میآید، آید محل هر چیز را با چنان اطمینان خاطر یاد گرفت که گاهی حتی خودش نیز از یاد می برد که نابینا شده است یک بار فرناندا حلقه ازدواج خود را گم کرد و در جستجوی آن تمام خانه را زیر و رو کرد. ارسلا آن را در اتاق بچه ها روی تاخشه یافت. خیلی ساده بود. همانطور که دیگران در خانه رفت و آمد می کردند. با چهار حس خود مواظب بود تا ما باید قافل گیرش کنند و پس از مدتی کشف کرد که افراد خانواده هر یک بیان که خود متوجه باشند هر روز یک مسیر را می پیمایند. و همان حرکات هر روزی را تکرار می کنند و حتی تقریبا سر ساعت معین کلمات همیشگی را می بویند. در نتیجه وقتی از این عادت یک نواخت خارج می شدند ممکن بود چیزی را گم کنند از این رو وقتی داد و بیداد فرناندا را شنید که حلقه خود را گم کرده است به خاطرش رسید که تنها عمل غیر عادی اون روز چون شب قبل من یک ساس در رخت خواب خود پیدا کرده بود با دادن تشک بچه ها بوده است از آنجا که در موقع با دادن تشک بچه ها حضور داشتند اورسولا به این فکر افتاد که فرناندا حلقه خود را در تنها محلی که ممکن بود دست بچه ها با آن نرسد گذاشته است روی تاخچه فرناندا برعکس بیهوده حلقه را در مسیر کارهای روزانش جستجو کرده بود بدون این که بفهمد چیزی گم شده را نباید در عادات روزانه جستجو رو کرده و برای همین است که یافتن آنها آنقدر مشکل می شود. بزرگ کردن خوز آرکادیو به ارسلا کمک کرد تا به جزئی ترین تغییرات خانه که کسالت بار بود واقف شود. به محض اینکه متوجه می شد آمراندا دارد در اتاق خواب به مجسمه های قدیسین لباس می پوشند وانمود میکرد که دارد تفاوت رنگ ها را به بچه ها یاد میدهد و به او می خب بزا ببینم بگو ببینم لباس سن رافائل چه رنگیه و این چونین بچه اخباری به او میداد که چشمانش از او دریغ می‌داشتند. و خیلی قبل از آن که او را به مدرسه طلاب بفرستد ارسلا موفق شده بود با لمس کردن پارچه ی لباس قدیسین های مختلف آنها را تشخیص دهد بعضی اوقات هم حوادث غیرمنتظری رخ میداد یک روز بعد از ظهر آمارانتا در ایوان گلهای بگونیا نشسته بود و گلدوزی میکرد اورسولا به او خورد آمارانتا اعتراض کرد که تو رو به خودم مواظب باش چرا چلو پا تو نگاه نمیکنی اورسولا گفت تقصیر تو جایی نشستی که نباید بنشینی این امر برای خودش حقیقت داشت. از آن روز متوجه موضوعی شد که هرگز کسی آن را نفهمیده بود و آن این بود که با گذشت سال خورشید به طور نامحسوسی تغییر مکان می دهد و کسانی که روی ایوان می نشینند مجبورند بدون اینکه ملتفت باشند کم کم جای خود را تغییر بدهند. از آن پس کافی بود ارسولا تاریخ روز را به خاطر داشته باشد تا بفهمد آمارانتا دقیقا در کجا نشسته است. لرزش دستانش روز به روز آشکارتر میشد و سنگینی پاهایش تحمل ناپذیر شده بود. با این حال جسه کوچکش در آن واحد در همه جا دیده می شود. تقریبا به چابکی و زرنگی زمانی رسیده بود که به تنهایی تمام بار خانه را به دوش می کشید و آن وقت در تنهایی نفوذ ناپذیر پوسیدن همانطور که وقایع پیش پا افتاده خانوادگی را مرور می کرده. برای اولین بار به وضوح متوجه حقایقی می شد که زندگی پرمشغله گذشته مانع شده بود به آنها پی ببرد در زمانی که داشتن خوز آرکادیو را برای فرستادن به مدرسه طلاب آماده می کردند. زندگی خود در آن خانه را از آغاز پیدایش و چنان به دقت و تفصیل دوره کرده که عقیدش به کلی نسبت به نسلهای بعدی خود تغییر کرده. متوجه شد که سرهنگ آورولیان و اندیا برخلاف عقیده قبلیش علاقه خود را نسبت به خانوادهش به خاطر این از دست نداده که جنگ او را موجودی بی احساس و خشن کرده است بلکه او از ابتدا هیچ کس را دوست نداشته است. نه همسرش رمدیوس، نه زنهای بیشمار یک شبعی که از زندگیش گذشته بودند و نه حتی پسرانش را حس کرد که او برخلاف عقیده عمومی برای به دست آوردن ایده خود با آن جنگ ها نپرداخته و باز برخلاف عقیده عمومی از پیروزی هم به خاطر خستگی صرف نظر نکرده بلکه فقط به یک دلیل برنده و بازنده شده است یک غرور مطلق و گناهکارانه به این نتیجه رسید پسری که او حاضر بود جان خود را فدایش کند مردی است که صرفا قادر نیست دوست بدارد شبی وقتی او را حامله بود صدای گریه ای به گوشش رسید صدای گریه چنان بلند و واضح بود که خوز آرکادیو بو اندیا در کنار او از خواب بیدار شد و به فکر اینکه فرزندشان از کسانی است که میتوان صدایش را از ماورای شکم شنید خوشحال شد سایرین پیش بینی میکردند که بچه پیغمبر خواهد شد ولی خود او برعکس همه به اطمینان اینکه آن ناله عمیق اولین نشانه دوم خوک وحشتناک است از ترس لرزید و به خدا التماس کرد که بچه را در شکمش بکشد و اکنون در پیری خود میفهمید دو تکرار میکرد که گریستن بچه در شکم مادر اعلام صداهای ماورای حیات یا پیغمبر شدن نیست بلکه صرفا نشانه اشتباه ناپذیر نداشتن ظرفیت عشق است وقتی ارزش پسرش پایین آمد یک مرتبه نسبت به او احساس رقتی کرد که به او بدهکار بود آمرانتا در عوض با قلب سنگش که او را به وحشت میانداخت و تلخی فشرده از زندگی را بر او هم تلخ کرده بود از آن آزمایش نهایی به صورت رقیق القلب ترین زنها بیرون آمد. اورسولا با روشنی قابل ترحمی متوجه شد عذابهای ظالمانه ای که آمارندا به پیترو کرسپی داده بود برخلاف عقیده عمومی از روی یک اراده انتقام جویانه نبود همچنان که زجر دادن تدریجی سرهنگ خرینلد و مارکز نیز باز برخلاف عقیده همه از تلخی او سرچشمه به نمی گرفت بلکه هر دو ماجرا مبارزه ای کشنده بین یک عشق بی انتها و یک وحشت شکست ناپذیر بود و در این مبارزه ترسی غیر منطقی که آمارانتا همیشه نسبت به قلب خود حس کرده بود پیروز شده بود در آن دوره بود که ارسولا بار دیگر نام روکا بر زبان راند با یادآوری خاطره او علاقه ای قدیمی از زیر تأسفی دیر سال با ستایشی ناگهانی بیرون آمده متوجه شد فقط ربکا که از شیر او تغذیه نکرده بود و خاک زمین و گچ دیوار را خورده بود کسی که در رکایش به جای خون او خون ناشناس دو ناشناس جریان داشت هاشان هنوز در قبل تلق تلق می کرد ربکا با قلبی بیقرار و ربکا که هرگز شکم از سیری نمیپذیرفت تنها کسی بود که شجاعتی را که اورسولا برای نسل خود آرزو میکرد دارا بود خود را در کنار دیوارها جلو میکشید و میگفت ربکا چقدر ظالمانه با تو رفتار کردیم در خانه تصور میکردند او پرت و پلا میگوید مخصوصا از موقعی که دست راست خود را مثل جبرائیل بالا می برد و راه می رفت. با این حال فرناندا متوجه شده که در سایه هزیانگویی او خورشیدی از روشنبینی نهفته است زیرا اورسولا بدون کوچکترین تردید می توانست بگوید که در عرض سال چه مبلغ در خانه خرج شده است. آمارانتا نیز همین عقیده را نسبت به او پیدا کرده بود چون یک روز مادرش داشت در آشپزخانه دیگه آش را هم میزد که یک بار بدون که بفهمد آنها گوش می کنند گفت آسیاب زورتی که از اولین کولی ها خریده بودند و قبل از زمانی که خوز آرکادیو 65 بار دور دنیا سفر کند گم شده بود در خانه پیلار ترنرا نیز که تقریبا صد سال از عمرش میگذشت، گذشت سالم و سرحال باقی مانده است گرچه چاقی بی حدش بچه ها را می ترسند. درست همانطور که زمانی قهقه خندش کبوترها را به وحشت میانداخت. آمارانتا از حدس صحیح اورسلا تعجبی نکرد. اکنون تجربه به او ثابت میکرد که هوش سنین پیری به مرات بهتر از فال ورق همه چیز را حدس میزند. با این همه وقتی اورسولا متوجه شد که مولد نیافته از خوز آرکادیو را مطابق میل خود تربیت کند خود را به دست سرنوشت سپرد هرگاه سعی می کرد آنچه را که در اون بینی واضح تر از حقیقت به اونشان نشان دهد با چشم ببیند شروع به اشتباه می کرد یک روز صبح یک دوات مرکب را به خیال گلاب روی سر بچه خالی کرد در اصراری که برای شرکت در هر موضوعی داشت آنقدر پایش به این طرف و آن طرف خورده که از خود آجز شد و سعی کرد خود را از دست سایه هایی که با سنگ دلی او را در تارهای خود می پیچیدند خلاص کند و آن وقت بود که به مغزش خطور کرد که این طرف آن طرف خوردن او اولین پیروزی پوسیدگی و ظلمت نیست و فقط اشتباه زمان است فکر کرد که در گذشته خداوند مثل تورک ها در اندازه گرفتن سال و ماه حقی به کار نمی برد و اوزا به نهف دیگری بود. حالا نه تنها بچه ها با سرعت بیشتری بزرگ می شدند بلکه احساسات نیز با مقیاس سریعتری رشد می کرد. هنوز چندی از سعود جسم و روح رمدی از به آسمان نگذشته بود که فرناندای بی تفاوت در گوشه و کنار می گفت چرا ملوفه او را به آسمان برده است. جسد آورلیانوها در قبر سرد نشده بود که آورلیانوی دوم خانه را چراغون کرد و یک مشت آکاردون نوازه نواز مس را به آنجا آورده که همه گیت آخر خر شامپاین خوردند درست مثل اینکه به جای انسان یک مشت سگ مرده بودند گویی سرنوشت آن دارول مجانینی که او با خون دل و آب حیوانات کوچولو برپا کرده بود چنین بود که به تود ای زباله ی تباهی تبدیل شود. ارسولا در همان حال که خوز آرکادیو را آماده می کرد به این چیزها می و از خود می پرسید آیا بهتر نبود که میرفت و در قبر خود می خوابید و می گذاشت رویش خاک بریزند؟ بدون وحشت از خدا می پرسید که آیا واقعا خیال می کند مخلوقاتش از آهن درست شده که بتوانند این همه درد و بدبختی را تا بیاورند؟ این سوالات پشت سر هم گیجی او را دو چندان می ساخت و حس می کرد که سخت مایل است مانند بیگانه ای بنای فحاشی بگذارد و عاقبت فقط برای یک لحظه قیام کند لحظه ای که بارها آرزویش را کرده بود و بارها به تعویقش انداخته بود عاقبت دست از دست این برداشت و یک بار با دل راحت بر همه چیز کسافت باشید و های بی انتهای فحش را که در طول یک قرن تحمل کرده بود از قلب خود بیرون ریخت فریاد کشید آی کسافتا آمارانتا که داشت لباسها را در صندوق میگذشت به تصور اینکه او را نیش زده است وحشت زده پرسید کجاست چی آمارانتا گفت جونور اورسولا با انگشت به قلب خود اشاره کرد گفت اینجا روز پنجشنبه ساعت دو بعد از ظهر خوز آرکادیو آنجا را به مقصد مدرسه طلاب ترک کرد اورسولا همیشه او را طوری به خاطر می آورد که در لحظه خداحافظی تصورش کرده بود افسرد خاطر و در این حال جدی بی آنکه قطر ای اشک بریزد درست همونطور که به او یاد داده بود خیس از عرق در گرمای کت و شلوار مخمل سبز رنگ با دکمه های مسی و یک فکل آهار زده به یقه اتاق نهارخوری آغشته بطر گلاب را که ارسلا روی سرش پاشیده بود تا بتواند رد پایش را در خانه بیابد ترک گفت سر میز نهار خداحافظی همه با جملاتی شاد جلو ناراحتی خود را گرفتند و با شوقی مبالغ آمیز به گفته های پدر روحانی آنتونیان و ایزابل گوش کردند ولی وقتی صندوق آستر مخملی را که قفل های نقره ای داشت از جا بلند کردند به نظر همه چنان رسید که دارند تابوتی را از خانه خارج می کنند تنها کسی که حاضر نشد در مراسم خداحافظی شرکت کند سرهنگ آرلیان و بو اندیا بود قرقر کنن زیر لب گفت همین یه چیز کم داشتیم یه پاپ سه ماه بعد فرناندا و آورولیانوی دوم ممه را به مدرسه گذاشتند و با یک کلاوسون برگشتند که جای پیانو را گرفت. در همان زمان بود که آمارانتا به دوختن کفن خود پرداخت. تب موز فرو نشسته بود. ساکنین قدیم ماکندو که می دیدند. تازه واردین خارجی آنها را عقب زدند بیش از پیش جان می کندند. تا دست خود را جایی بند کنند ولی به هر حال از فکر اینکه از غرق شدن نجات یافتند خیالشان راحت میشد. در خانه دعوت به نهار و شام همچنان ادامه داشت عادت گذشته تنها چند سال بعد که شرکت موز از آنجا رفت به حالت عادی بازگشت به هر حال از آنجا که فرناندو امور خانه را در دست گرفته بود در رسوم مهمان نوازی تغییراتی اساسی داده شد اورسولا در تاریکی فرو می رفت و آمارانتا به بافتن پارچه کفن خود مشغول بود. از این رو ملکه از ره رسیده سابق اختیار این را داشت که میمانان را شخصا برگزیند و مقررات سخت گیرانه ایراک که از والدین خدا مخته بود به آنها تحمیل کند. در شهری که در اثر وجود مشتی خارجی که ثروت بادآورده خود را بر باد میدادند مزمحل شده بود رفتار خشن فرناندا اعتبار گذشته خانه را به حداقل تنزل داد در نظر او افراد نجیب و خوب کسانی بودند که با شرکت موز ارتباطی نداشتند حتی خوز آرکادیوی دوم برادر شوهرش نیز قربانی عدم تبعیض او واقع شد زیرا در بهبوهه هیجان روزهای نخست بار دیگر خروس های جنگی زیبای خود را فروخت و در شرکت موز به عنوان مباشر مشغول کار شد فرناندا گفت تا وقتی اون مرض گر خارجی رو داره حق نداره پاشو به این خونه بذاره مقررات اکید خانه چنان ناراحت کننده شده که آورلیانو دوم خانه پتراکوتس را بر خانه خود ترجیح داد ابتدا به بهانه اینکه مهمانی هایش باعث زحمت فرناندا می شود زیافت خود را در آنجا برپا کرد و سپس به بهانه اینکه حیوانات دارند برکت خود را از دست میدهند استبل و گاودانی را به آنجا منتقل ساخت و عاقبت به بهانه اینکه خانه معشوقش اش است اتاق دفتر خود را به آنجا کشاند هنگامی که فرناندا ملتفت شد بدون اینکه شوهرش را از دست داده باشد بیوزن شده است دیگر دیر شده بود که بتواند اوزا را به صورت اول برگرداند آورلیانوی دوم به ندرت در خانه غذا میخورد و آمدن او به خانه هم که صرفا به خاطر همخوابی با همسرش بود دیگر کسی را نمیفریفت شبی تا صبح در آغوش پترا کوتس ماند و برخلاف انتظار فرناندا به خاطر این بی نه او را سرزنش کرد و نه از خود رنجشی نشان داد فقط همان روز دو صندوق اساسیه او را به خانه اش فرستاد. صندوق را در روز روشن فرستاد و دستور داد آنها را از وسط خیابان بگذرانند تا همه آنها را ببینند. مطمئن بود که شوهر گمراهش طاقت آن روز و خفت را نمی آورد و سرفکنده به با آقل باز می گردد. ولی این عمل قهرمانی یک بار دیگر ثابت کرد که فرناندا نه تنها به اخلاق شوهرش آشنا نشده است بلکه به روحیه مردمی هم که جزئی شباهتی به مردم خود او نداشتند وارد نیست چون هر کس که عبور صندوقها را دید گفت این اوج داستانی است که جزئیاتش از نظر هیچ کس پنهان نبوده است آورلیانوی دوم این آزادی را با یک زیافت سه روزه جشن گرفت در همان حال که فرناندا در لباسهای بلند و تیر رنگ با مدالهای گردن قدیمی و غرور بیجایش از جوانی دور می شد. به نظر می رسید که معشوقش در جوانی تازه از هم می شکفد. ابریشم طبیعی و رنگارنگ می پوشید و چشمانش با آتش انتقام چون چشمان ببر برق میزد. زد. آورلیانوی دوم همانند سالهای اول جوانیش به او تعلق گرفت. درست مثل گذشته زمانی که پترا کتس عاشق خود او نشده بود و چون بغل هر دوی آنها میخوابید او را با برادر دوقلویش عوضی گرفته بود و خدا را شکر میکرد که به او سعادت داشتن مردی را عطا کرده است که میتواند مثل دو مرد عشق بازی کند. آن شهوت ترمیم شده چنان شدید بود که بارها هنگامی که سر میز غذا بودند به چشمان یکدیگر نگاه میکردند و بدون اینکه کلمه ای بر زبان آورند روی بشقاب خود را میپوشاندند و به اتاق خواب می رفتند تا در آنجا از گرسنگی و عشق بمیرند آرلیانوی دوم از چیزهایی که در چند دیدار دزدانه خود در اتاق زنهای فرانسوی دیده بود الهام گرفت و برای پتراکوتس تخت خوابی خرید که دور تا دورش مثل تخت اسقفا پرده داشت. به پنجره ها پرده های مخمل آویخت و تاق اتاق و سر و سر دیوار را با آینه های بزرگ کریستال پوشاند. بلخرج تر از همیشه بود و علاقه اش هم به زیافت بیشتر شده بود. با قطاری که هر روز ساعت یازده وارد میشد برایش صندوق صندوق شامپانی و کنیاک می رسید و همچنان که از ایسکا به خانه برمیگشت هر کس را سر راه خود میدید از بومی و خارجی و از آشنا و کسانی که بعدا با آنها آشنا شد همه را بدون در نظر گرفتن هیچ گونه تبعیض طبقاتی برای شرکت در زیافتی غیرمنتظره منتظره به دنبال خود می کشید. حتی آقای براون هم که فقط یک زبان خارجی صحبت می کرد فری به آورلیانوی دوم را خورد و چندین بار در خانه پتراکوتس مست کرد و سگهای درنده آلمانیاش را که هر جا می رفت دنبالش می با آهنگی تگزاسی که همراه آکاردون زمزمه میکرد با خود به رقص درآورد. آورد دوم در بحبوه ی زیافت فریاد کشید گاف از هم جدا که زندگی کوتاهه. از همیشه بیشتر احساس سعادت میکرد. محبوبیتش از همیشه بیشتر شده بود و جانورانش هم بیشتر از همیشه زاد و ولد می کردند. برای زیافت های بیشمار او آنقدر گاو و خوک و مرغ سر که خاک حیات با خون گلالود و سیاه رنگ شد. آنقدر استخوان و دل و روده دور ریختند که حیات تبدیل به یک گودال زبالدانی شد و مدام در آن دینامیت منفجر می کردند تا لاشخورها چشم میهمانان را از کاس بیرون نیاورند آرلیانوی دوم به یک مرد چاق و سرخ رو و لاک پشت هی بد تبدیل شده که اشتهای اشتها شد که اشتهایش را فقط میشد با اشتهای خوز آرکادیو موقعی که از سفر دور دنیا برگشته بود مقایسه کرد. آوازه ولع بی حد و حس رو بلخرجی های عظیم و مهمان نوازی بی مثل و مانندش از مرزهای باتلاق گذشت و نظر شکمپرستان سراسر ساحل را به خود جلب کرده. پرخورهای معروف از اطراف و اکناف به آنجا سرازیه شدند تا در مسابقه های ظرفیت و استقامت در پرخوری که در خانه پتراکوتس ترتیب داده میشد شرکت کنند. آورلیانوی دوم مقام پرخور شکست ناپذیر را تا شنبه بدیومنی که کاملیا ساگاستومه به دانجا وارد شد حفظ کرده بود. کاملیا زن فربهی بود که در سراسر کشور به مادفیل شهرت داشت. اول آورلیانو دوم با خوردن یک گوساله همراه با سیب زمینی و موز سرخ شده و آشامیدن یک صندوق و نیم شامپانگ به پیروزی خود ایمان کامل داشت. خود را زنده دلتر و با شوق از حریفش می دانست. حریفی که به خود نگرانی راه نداده بود و ظاهرا طریقی و ای داشت و به نظر می رسید از جمعیتی که به خانه حجوم آوردن چندان دل خوشی ندارد همانطور که آورلیانوی دوم که نگران پیروزی بود با لغمه های بزرگ غذا می خورده. مادفیل گوشت را با هنرمندی و صرافت یک جراح می بریده و بدون هیچ کنه عجله و با لذت آن را در دهان می گذاشت گرچه زن عظیم و ای بود ولی لطافتی زنانه بران پیکر تنومند حکم فرمایی میکرد. کرده. چهره زیبا و دستانی قشنگ و ظریف داشت و چنان جذاب بود که آورلیانوی دوم وقتی او وارد خانه شد زیر لب زمزمه کرد که کاش به جای سر میز در رخت خواب مسابقه میدادند. وقتی حریفش یک طرف گوساله را با رایت بهترین آداب غذاخوری خورد، او با لحنی جدی گفت که آن مادفیل ظریف و دل و با ناپذیر یک زن دلخواه است. اشتباه نمیکرد صحت داشت که مادفیل یک استخوان خورد کن است. او یک گاوخور یا زن ریشوی سیرک یونانی نبود، مدیره یک مدرسه آواز بود. وقتی یک مادر محترم خانواده شده بود در جستجوی طریقی که بهتر غذا خوردن را به فرزندانش بیاموزد آن هنر را آموخته بود غذا خوردن نه به خاطر محرک های مصنوعی اشتها بلکه از روی آرامش مطلق روحی تئوری او که در عمل ثابت شده بود مبنی بر این بود که شخصی که وجدانش از هر جهت راحت باشد میتواند بدون مکس تا وقتی که خستگی بر او غلبه کند غذا بخورد اگر هنرستان موسیقی و خانه خود را رها کرده بود تا با مردی که شهرت پرخوریش در سراسر سر کشور پیچیده بود مسابقه بدهد صرفا به خاطر دلایل اخلاقی بود نه از روی هوا و هوس از لحظه ای که چشمش به آورلیانوی دوم افتاد فهمید که او نه به خاطر شکم بلکه به خاطر اخلاق خود شکست خواهد خورد. در پایان شب اول همچنان که مادفیل با شجاعت به خوردن ادامه میداد آرلیانوی دوم خود را با صحبت و خنده بیش از حد خسته میکرد چهار ساعت خوابیدند وقتی بیدار شدند هر کدام آب چهل دان پرتغال و هشت لیتر قهوه و سی عدد تخم مرغ خام خوردند در آغاز روز دوم پس از اینکه چندین ساعت بیخوابی کشیدند و پس از اینکه دو رأس خوک و یک دست موز و چهار صندوق شامپانی را بلعیدند مادفیل به این فکر افتاد که شاید آورلیانوی دوم بدون اینکه خود بداند طریقی را که او اختراع کرده بود کشف کرده است در نتیجه حریفش از آنچه او تصور میکرد خیلی خطرناکتر بود با این حال وقتی پتراکوتس دو بوغلمون سرخ شده به سر میز آورده آورلیانوی دوم احساس سیری می کرد. مادفیل گفت اگر نمیتونی دیگه بخورید با هم مساوی میشیم. این را از صمیم قلب می گفت چون میدانست که اگر حریف خود را به کشتن بدهد آن وقت وجدانش هرگز به او اجازه نخواهد داد که دیگر یک لغمه راحت به دهان بگذارد ولی آورلیانوی دوم آن را به عنوان دعوت مبارزه دیگری تعبیر کرد و شکم خود را بیش از ظرفیت باور نکردنیش با بوغلمون انباشت. از هوش رفت. از دهانش مثل سگ کف بیرون میریخت. سرش روی بشقاب پر از استخان افتاده و ناله دردناکی سر داده. در ظلمت بیهوشی از کرده که از فراز یک برج سقوط کرده است و در خلعی بی انتها فرو می رود. در آخرین لحظه قبل از آن که از هوش برود متوجه شد که در انتهای آن سقوط بی پایان مرگ در انتظارش است. فقط توانست بگوید منو پیش فرناندا ببرید. رفقایی که او را به نزد فرناندا به خانه بردند تصور می کردند. می خواهد به قولی که به زن خود داده است وفا کند و در بستر معشوقش نمیرد. پتراکوتس چکمه های ورنی را که او میخواست در تابوت بپوشد برغنداخته بود و داشت دنبال کسی میگشت که آنها را برای او ببرد که یک نفر آمد و خبر آورد که آورلیانوی دوم از خطر جسته است. در حقیقت تنوز یک هفته نشده حالش خوب شد و دو هفته بعد زنده خود را با زیافت های متعدد جشن گرفت. همچنان به زندگی در خانه پتراکوتس ادامه داد ولی هر روز به دیدن فرناندا می رفت و گاهی هم در آنجا می ماند تا با خانوادی خود غذا بخورد. درست مثل این بود که سرنوشت جریان را عوض کرده است. او شوهر معشوقه و فاسق همسرش شده بود. فرناندا کم کم نفس راحتی می کشید. در آشوب آن متارکه تنها چیزی که فکرش را مشغول می داشت مشق کردن با کلاوسون در ساعت خواب بعد از ظهر و نامه های فرزندانش بود. در نامه های مفصلی که هر پانزده روز یک بار برای آنها میفرستاد یک کلمه حرف راست پیدا نمیشد. بدبختی خود را از آنها پنهان می کرد. قبه خانه ای را که با وجود نوری که روی گلهای بگونیا می پاشید و با وجود هوای شرجی ساعت دو بعد از ظهر و با وجود امواج جشنی که از خیابان به آنجا می رسید روز به روز بیشتر به خانه اربابی والدین شباهت میافت از آنها پنهان میکرد. فرناندو در بین سه شبه زنده و شبه مرده خوز آرکادیو و بو اندیا که وقتی او کلاسون مشق میکرد گاهی میامد و در سایه روشن سالن مینشست و به دقت به موسیقی او گوش میداد به تنهایی سرگردان شده بود. سرنگ آرلیان و سایه ای بیش نبود از آخرین باری که از خانه خارج شده بود تا به سرهنگ خرینال مارکز جنگی بدون آینده پیشنهاد کند فقط موقعی از کارگاه خود بیرون می آمد که برود و پای درخت بلود بشاشد هیچ کس را نمی پذیرفت مگر سلمانی را آن هم هر سه هفته یک بار آنچرا که ارسولا روز یک بار برایش می آورد می خورد و گرچه با شوق و حرارت سابق ماهی های کوچک طلایی می ساخت. ولی وقتی متوجه شد که مردم آنها را به عنوان یک یادگار تاریخی می خرند نه به عنوان جواهر از فروش آنها دست کشید. عروسک های رمدیوس را که از زمان عروسیشان زینت بخش اتاق خوابشان بود در حیات آتش زد. ارسلا یک گوش به زنگ فهمید که پسرش چه می کند ولی نتوانست جلو او را بگیرد و او گفت قلب سنگه او گفت مسئله قلب در میان نیست اتاق رو بید برداشته آمارانتا همچنان دوختن کفن خود را ادامه میداد فرناندا نمیفهمید چرا او گاهی برای ممه نامه می نویسد و حتی برای او هدیه میفرستد اما در عوض حاضر نیست حتی اسم خوز آرکادیو را هم بشنود وقتی دلیلان را از طریق اورسولو از او جویا شد آمارانتا پیغام داد که میمیدید و دلیلشو نمیفهمید. این جواب با امایی در قلب او آفرید که هرگز موفق به حل آن نشد. آمارانتای مغرور و قد بلند همیشه چند زیر تور میپوشید و حالت باوقار او در برابر گذشت سالها با خاطرات تلخ مقاومت کرده بود. گویی صلیب خاکستر باکرگی را روی پیشانیش به همراه داشت. ولی او در حقیقت آن صلیب را در دست بسته در پارچه سیاه خود حمل می کرده. باند سیاهی که حتی انگام خواب نیز از دست باز نمی و خودشان را می شست و اوتو می زد. زندگیش در بافتن پارچه کفن تحلیل می دفت. به نظر می رسید که روزها می بافد و شبها می شکافد. ولی این نه به خاطر امید پیروزی بر تنهایی بلکه به عکس دلیل ادامه‌ی تنهایی بود